سلام، فراز هستم و به پارسی تیوی خوش اومدید. این بار به زندگی شخصی خلیل عقاب، پدر سیرک ایران میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. خلیل عقاب با نام اصلی خلیل طریقت پیما در 1 فروردین 1303 در شیراز به دنیا آمد و سیرک باز، باستانی کار، پهلوان و هنرپیشه ایرانی بود. از وی با لقب پدر سیرک ایران یاد میشه. ایشون به زبان انگلیسی و ایتالیایی و عربی مسلطه. او با شهلا اشکبوس متولد اول فروردین ازدواج کرد و دارای 2 فرزند به نامهای شهرزاد و ابراهیمه. شهلا اشکبوس که به بانوی سیرک ایران مشهوره، مدت 18 سال مدیریت سیرک خلیل عقاب رو عهده‌دار بود. وی در اسفند 1387 حین یک سفر کاری با تیم ایتالیایی خودش در یک سانحه رانندگی درگذشت. خلیل عقاب در مورد علت دیر ازدواج کردنش گفته: من مدام سفر بودم، درگیر تمرین‌های سفت و سخت و هر شب نمایش و هر شب اجرا. اصلاً دلم نمی‌خواست ازدواج کنم. تا 40 سالگی زندگیم رسم خودش رو داشت، اما از یک جایی به بعد احساس کردم با وجود تمام آدم‌هایی که هر شب برام کف می‌زنن و سود می‌کشن و با من عکس یادگاری می‌گیرن، به شدت تنها هستم. نیاز به یک همدم و یک همراه از 40 سالگی به بعد آزارم می‌داد. زندگی فقط خوردن و خوابیدن و کار کردن نیست. نحوه آشنایی من با همسرم این گونه بود که پدرش شهردار یکی از مناطق تهران بود و خیلی هم آدم باسواد و فهمیده‌ای بود. همسرم منو در فیلم‌هایی که بازی کرده بودم دیده بود و اخبار منو دنبال می‌کرد. من با این خانواده رفت و آمد زیادی داشتم. دخترش گفته بود که می‌خواد با من ازدواج کنه، اما من رو هم از این ماجرا هم خبر نداشت. پدرش گفته بود: آخه تو 16 ساله‌ای و خلیل از تو 30 سال بزرگتره. اما اون گفته بود و اصرار کرده بود تا پدرش راضی شد. او همسری بود که خدا برام فرستاده بود. خیلی همراه و دلسوزم بود. تو 20 سال 37 کشور جهان رو با اون گشتم. خدا رو شکر چیزی براش کم نذاشتم. هیچ وقت در اوج محبوبیت و شهرت به همسرم خیانت نکردم. فکرش رو بکنید، من در اوج شهرت و محبوبیت بودم، ولی یک بار هم فکر خیانت به سراغم نیومد. چون کارم برام خیلی ارزشمند بود و میخواستم در اوج بمونم و مهمتر از اون وجدانم بود. ایشون در مورد علاقه به ورزش باستانی از کودکی گفته: از کودکی به ورزش باستانی علاقه داشتم. از 14 سالگی به صورت جدی ورزش باستانی رو آغاز کرد. از همون هنگام در میل گرفتن و بلند کردن میل‌های سنگین درخشید. در 30 سالگی وزنه 450 کیلویی رو با دندان بلند کرد. این رکورد در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. او بین سالهای 1330 تا 1350 نمایش‌های خودش رو در بسیاری از شهرهای ایران اجرا کرد. بلند کردن وزنه‌های بسیار سنگین، خوابیدن زیر کامیون و اتوبوس، خم کردن تیراهن و غیره از جمله این نمایش‌ها بود. او اولین برگزار کننده نمایش‌های پهلوانی با بلیط فروشی بود و اولین کسی بود که از هندوستان شیر و خرس به ایران آورد و اونها رو تربیت کرد و به روی صحنه برد. وی در سال 1350 به دعوت سیرک فاست به ایرلند مهاجرت کرد. بعد از اون به سیرک جریکاتل انگلستان رفت و 4 سال نیز در انگلستان اقامت داشت. پهلوان عقاب در سیرک جریکاتل موفق به بلند کردن فیل 1408 کیلویی شد. او در این مورد گفته: اون زمان 50 ساله بودم و در مدت 4 سالی که در انگلستان اقامت داشتم، شبی 2 بار این فیل رو بلند می کردم. او در سیرک های کشورهای اروپایی چون فاست ایرلند و جریکاتل انگلستان و در سیرک دریکستون ایتالیا و در ادامه فعالیت هاش در بیش از 37 کشور جهان به اجرای نمایش های پهلوانی پرداخت. در زمان حضور سید محمد خاتمی در وزارت ارشاد، از اون دعوت شد تا با اندوخته تجربیاتش از سیرکای جهان این شاخه نمایش رو به ایران بیاره و تبدیل به پدر سیرک ایران بشه. او در سال 1370 به ایران بازگشت و از همون هنگام سیرکی در ایران افتتاح کرد.
او در سال 1370 سیرکی رو به همراه همسرش شهلا اشکبوس برای اولین بار در ایران افتتاح کرد که با حضور 60 هنرمند از ایتالیا، رومانی و پرتغال در بسیاری از شهرهای ایران به اجرای نمایش پرداخت. در این برنامه‌ها همسر و دو فرزند او به نام‌های شهرزاد و ابراهیم اون رو همراهی می‌کردند. در سال 2010 ابراهیم عقاب معروف به چاوش اکبر پسر خلیل عقاب سیرکی نوین با سبک جدید و اروپایی با حضور هنرمندان بین المللی ایرانی که هر یک در خارج از کشور فعالیت می نمودند افتتاح کرد. عقاب تجربه بازیگری نیز داشته و در فیلم های سینمایی زیادی بازی کرده و هم بازی زنده یاد فردین و هنرپیشاهی قبل از انقلاب نیز بوده. اسم خلیل عقاب برای خیلی ها آشناست، کارهایی که همیشه مورد حیرت رسانه‌های خارجی قرار گرفته و هنوز هم بعد از این همه سال هیچ کس نتونسته رکوردش رو بزنه. پهلوان خلیل عقاب در مورد دوران کودکیش میگه پدرم زاره بود و بعدها چون صدای خوبی داشت مدا هم شد. سالهای بعد هم چند هزار زوار رو جمع میکرد و از شیراز و کویر لوت به مشهد میبرد. خودش در مورد کودکیش گفته بچه یه تخسی بودم. در و همسایه و کاسب‌های محل از دستم عاجز بودن. بیچاره پدرم هر وقت به خونه برمیگشت میگفت یه نفر نیست که در این محل گل دست من بده. همه میان شکایت تو رو به من میکنن. البته من خیلی ریزه و سیاه بودم. مادرم شیر من رو به پسر اولش میداد. وقتی هم مادر بزرگم به اون اعتراض میکرد میگفت اینکه زنده نمیمونه. لااقل شیرم رو به حسن بدم که همینطور سالم و قوی بمونه. مادرم زنده نمون تا ببینه که اون بچه قوی توی حوض افتاد و خفه شد. اما پسر لاغر مردنیش در 63 سالگی فیل بلند کرد و گینسی شد. در سیرک انگلستان که بودم یک روز فیلبان سیرک گفت ما اینجا 5 تا فیل داریم. 4 تای اونها 4 تن وزن دارن. یکی از اونها که کوچیک‌تره 800 کیلو وزن داره. ببین میتونی اون رو بلند کنی؟ گفتم برو بیا که با همون حرکت اول بلندش کردم و 5 سال تموم در سیرک انگلستان کارم همین بود. روزنامه ها نوشتن عجوبه ای از ایران فیل بلند میکنه. این روزها خلیل عقاب اوضاع خوبی نداره و وضعیت مالی بد اقتصادی اون رو به زادگاهش فرستاد و عجب اینکه اون در زادگاه خودش هم روزگار خوشی نداره و در 96 سالگی همچنان دوران رنج و مهنت رو از سر میگذرونه. او چندین سال در کانکس های بوستان ولایت زندگی میکرد تا روزی که شهرداری عذرشو خواست اون به زادگاهش روستای انجیره شیراز بازگشت. خودش گفته از تهران نرفتم، بیرونم کردن، با هزار خفت بیرونم کردن. بعد از تعطیلی سیرک راشن در بوستان ولایت سالها در کانکس های این بوستان زندگی میکردم تا اینکه از طرف شهرداری اومدن و برای تخلیه کانکس مهلت چند ساعته دادن. الان هم در پارکینگ یک خونه قدیمی در شیراز زندگی می کنم و از همه جا رونده شدم. دولت باید دست منو بگیره و از من حمایت کنه. مگه من برای این مملکت کم افتخار کسب کردم؟ خلیل طریقت پیما که به پهلوان عقاب شهرت داره در بیمارستانی در شیراز بستری شده. ایشون 2 ماه پیش در حال پیاده روی روزانه به ناگاه به زمین می خوره و کتفش آسیب می بینه. بعد از این حادثه با نظر پزشکان تحت مداوا بود، اما یک هفته ایه که بر اثر عفونت در کتفش در بیمارستانی بستری شده. خودش گفته چرا کسی نمیپرسه کجاست اون خلیل عقابی که فیل 2 تنی رو با دندونهاش بلند میکرد و به عنوان یک ایرانی اسمش در کتاب گینس ثبت شده. اما در کشور خودم اینجوری گمنام موندم. هیچ مسئولی نمیدونه که حالا جایی برای خوابیدن ندارم و در روستای انجیره هم داخل کانکس زندگی میکنم. دوستان عزیز، ممنونیم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت گذاشتن ما رو از نظرات خودتون مطلع میکنید. برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما رو سابسکرایب کنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.